سلام استاد، سلام بیننده های خوب تلویزیون آریانا. امید میبرم از صبح که امروز برنامه صبح زندگی شروع شده تا این لحظه بیننده گزارش ما بوده باشین. ما همین لحظه به قریه فاضل بیک ناحیه پنجم شهر کابل آمدیم. قسمی که شما میبینین سنگکاری دو طرف دریای کابل در منطقه فاضل بیک جریان داره و این روند فکر میکنم این تا قسمت قلعه واحد کوته سنگی ادامه داره. مردم هم خیلی خوش هستند از این کار حکومت و بالاخره هر نهاد غیر دولتی که سهم دارد در بازسازی و یا سنگکاری دو طرف دریای کابل. اما مردم که یا باشنده های اصلی منطقه یا قریه فاضل بیک بعض صحبت های دیگه هم دارن. یک تعداد مشکلات را اینا مواجه هستن، خواهش دارن از حکومت و نهادهایی که کار میکنن اینجا ببینیم که چه نوع مشکل دارن و چه گفتنیایی دارن با هم. یک تعداد زیاد اهالی منطقه خب میفهمین که صبح وقت است و مردم هم رفته به طرف کاربار. یک تعدادشان که باقی ماندن به نمایندگی دیگه کسانی که در این منطقه زندگی میکنن آمدن و گفتنیای خود را میگن. از ریش سفید شروع میکنیم، کسی که ما به بزرگای احترام داریم از بزرگا حتما شروع میکنیم. سلام، صبحتان بخیر، بگوین کی هستین، نامتان چی است و چه نوع مشکل را روبرو هستین اینجا؟ وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اول خب ما تلویزیون آریانا را در منطقه ما به فاضل بیک خوش آمدید میگم و از همتان تشکر میکنم و مشکلات های ما خود دیگه دریا است. خیر ببینه دولت ما آرام باشن، موفق و کامیاب باشن تا اندازه که اون شما میبینن همه جای تکمیل، بعضی جایش ناتکمیل است. ما از دولت خودم تشکر میکنیم، خداوند یک آرامی مطلق در افغانستان عزیز بیاره و با یک صلح و صفا. دیگه ما از دیگه گفتنی که ما زیاد چیز بگوییم، خب همه چیز شما به چشم سرتان میبینین که انشاءالله رو به تکمیل شدن است. که دریای فاضل بیک تا به دریایی که به کابل وصل میشه، دریای پل سوخته یا شهر کابل وصل میشه. دیگه چیز نمونه که خواهشتان چی از بالاخره از این کار حکومت خوش هستین؟ بله خوش هستیم. اما چی خواست دیگه دارین؟ خواست دیگه ما این می هست که به می خانه مردم که در چیز در نقشه رفته یا به سرک میره یا به دریا میره اینا میره امرایشان دولت کمک کنه که نمره میته برشان، خانه میته، زمین میته، هر چی که میته اون رو بده چی کنن و در قسمت دیگه که زمینای مردم که به سرک رفته یا به دریا رفته اینا میره حکومت چیز کنه که بدوزش زمین یا خانه یا پیسه هر چی که میته این رو برش چیز کنن دیگه. خیلی مردم اول از خود ما زمین ما تقریبا یگان 15 یا یک جریب زمین 15 به سوی یک جریب زمین از ما رفته و این دیگه از دولت تقاضا داریم که این میره چیز کنه و به عوضش پول میته، زمین میته. تا هنوز حکومت براتون وعده نکرده وقتی خانه های شما میره در بدلش چی میته براتون؟ پول میته، زمین میته؟ در بدلش خود تا بالا بر ما نه زمین داده و نه پول داده، کسی یه چیزی برای ما نکنه وعده کرده کس. بله تا هنوز سرک تیر نشده مقصد. خب سرک خانه هم پابرجاست. خب اینمیه که آل فعلا همه مشکلشان اینمیه است که میگن دولت برای ما این مشکل ما را رفع کنه، باز به سرک خودم تیر کرده دریا هم کسی هیچ کسی سر دریا چیز نیست که دریا را چرا یعنی از دریا خوش هستن. از دریا خوش هستیم، همگی خوش هستن، کلی مردم قریه و منطقه خوش هستن و حتی تمام سطح کابل. منتها این خانه‌ای که آل فعلا در نقشه سرک هستن بر از اینا یک چیز دولت قائل شوه یا ملاک میکنه یا پول برشان میده. زمینای زراعتی و شخصی مردم هم بوده از گذشته. در گذشته یا کلش زمینای شخصی بوده و زراعتی بودن. همیشه میتونیم که میبینید هم تا قلعه واحد این زمینا کلش زراعتی بوده در ابتدا. ان شاء الله ما باور دارم کمیل اعظم مسئولین هم بیننده گزارش ما به گونه زنده از تلویزیون آریانا شاید باشن. در غیر از اون این گزارش ما به گونه تکرار هم بعد از ساعت 10 امروز در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا و صفحه فیسبوک آریانا آپلود میشه. شما بیننده باشین و از مسئولین خواهش داریم تا زودتر به این قریه بیاین و گفتنیایی که دارن و یا وعده هایی که دارن به این مردم پیش از پیش بگوین، پیش از اینکه مردم خفه شوه. خوب است که یک هماهنگی صورت داشته باشه. تشکر از شما. سلامت. تشکر از شما. سلامت. امروز قماندان صاحب صحبت میکنیم. سلام، صبحتان بخیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. از نای پایین گپ میزنم مثل فاضل بیک. ما دولت جمهوری اسلامی خود بسیار خوش هستیم به خاطر اینکه دریای ما بسیار خانه مردم برد، بسیار زمین های مردم برد. باز فعلا حال از کمپانی تا پلیس وقتا کارا شروع است. در طرفه انشالله سنگکاری هم تکمیل است و ما دیگه دچار مشکلات هستیم که مشکلات مردمی که مثال داره دو طرفه زمینای شخصی مردم بوده، خانهای شخصی مردم بوده. اینها اکثرا در سرک در دریا رفته، مثال در سرک میره. بخاطر از دولت جمهوری اسلامی خود این تقاضا داریم که داینده به خیر می جایدادهای مردم هم مثال یا زمین یا پل یا پیسه هر چیزی که پرداخت میکنه برایشان بتا زیادتر مردم های غریب است که در لبای دریا در طرفه خانه جور کرده. اکثر مردم زیادش غریب است. اگر خانهشان بره بی خانه هم میشن، بینان خواستن. بی خانه و اکثر مردم به خاطر از اینکه لبای دریا زمین ارزان بده جایدادا را خریدن و بسیار پیسه کم. این حال یا خب دچار مشکلات چیز که باز داینده یا به جای میشن، به خانه میشن. دیگه ما یک مشکل دیگه داریم بین قریه سیبنگی و فاضل بیک. یک پل داشتیم که از اون مردم یک زنده و مرده داشتیم. این پل از بین رفته، از یه بعد آبخیزی میشه، برف میشه، بارش میشه، دیگه میشه. این مردم ما یک زنده و مرده دچار مشکلات است. ما دولت جمهوری اسلامی خود میخوایم که او پل از بین بردن. دیگه پل نساختن تا الان. پل نساختن که شما پیشنهاد کردین به می شرکت یا کسایی که میاین میسازن دریا را؟ چندی دفعه که نمی جنجن صاحبا آمدن، ما که رزوا صحبت کردیم که نه تو ما مشکلات داریم. بازوا گفت که ما مشکلات های شما را مد نظر میگیریم او در جریان هستیم که دشان. اما تا هنوز عملی نشده. نه تا عملی نشده. خدا کنه که عملی شوه که زیادتر مشکلات ما که مردم بسیار زیاد است، زنده و مرده است. مجبور هستیم که یک پل نباشه از این بعد او میاد دیگه نرخم. تشکر از شما. دیگه ما در تلویزیون طلوع تشکری میکنیم. آریانا تلویزیون آریانا تشکری میکنیم که این مشکلات های ما را در چی برسانه دیگه که داینده همین کارهای ما در آب راه. زنده باشین شما. تشکر. خب دوستا میتونیم منصور بالا بریم کمی؟ بیاین که کم بالاتر بریم. قسمت که خانه های مردم تخریب شده از بین رفته تصویرش هم میبینیم. چند خانه که اونجا تخریب شده در دریا رفته و هنوزم سرک تیر نشده. دریا وجود داشت از گذشته اما دریا تقریبا خرد شده بود مثل جوی. دوباره دریا را کلان ساختن، بزرگ ساختن، دو طرفش سنگکاری کردن و میبینین که چند خانه اونجا به خاطر اینکه سنگکاری میکردن بغل دریا را چپه کردن و میمونه مسئله ای که وقت سنگکاری تکمیل شوه باز 11 متر سرک دو طرف دریا اعمار میشه، ساخته میشه و در 11 متر شما خانه هایی را که میبینین بدون شک خانه ها باید تخریب شوه، از بین بره تا 11 متر سرک دو طرف دریا اعمار شوه. به این دلیل خانه هایی که در سرک میره و کسایی که خانه دارن یا صاحبای خانه از دولت و از حکومت خواهش دارن که بدیل هایشان را اگر پول میته پول بتن، اگر نه که خانه برشان میته جای دیگه یا زمین میته در این فرصت اقدام بکنن تا اینا به خانه نمانند. و این قسمتی که ما رسیده اینجا در گذشته ها یک پل وجود داشت، پلی که وصل میساخت قریه فاضل بیک را با قریه سیبنگی. اما این پل هم از بین رفته تا هنوز کدام کار عملی وجود نداره. این قسمت را شما میبینین شده فکر میکنم. خب شما یکم پایین تر بیاین. این قسمت پل وجود داشته در گذشته ها که آل ای پل نیست و انجینر صاحبایی که در سنگکاری دریا کار میکنه پیشنهاد مردم فاضل بیک را قبول کرده، گفته به این مشکل تانم رسیدگی صورت میگیره. خب یکی از باشنده های دیگه فاضل بیک را با خود داریم. سلام بر شما، خود معرفی بکنید. سلام علیکم، اسم من نجیب الله شیرزاد است، از این قریه فاضل بیک هستم. شما که اینجا تشریف آوردین فقط پیام دوستی ما را به دولت برسانین که ما یک مردم نیک و خوب هستیم. فقط با میدنه که خانه ما چپه شده، ما وضاحت هستیم، بیچاره هستیم. خانای ما را استملاک میکنه یا مطابق همون نرخ پامیدی برای ما پول بده که ما یک سرپناه جور کنیم. وقتی که خانه نداشتیم، جای نداشتیم، پامیدی یعنی دست باز ما به مظاهره میزنیم، دست به صدا بلند کردن میزنیم. آل دوستانه از دولت تقاضا میکنیم که خساری ما را بده. اگر فامیدی ما گوش نموندیم، اولاد ما، مردم ما دست به هزار کار دیگه میزنه. وقتی که بی سرپناه بود، بی جای بود. حالا فقط خواهش ما از تلویزیون آریانا همیسته که فامیدی پیام ما را به رئیس جمهور برسانه که فامیدی خانه ما از بین رفته، فامیدی استملاک کنه، مطابق همین نرخ فامیدی به ما پول بده. در غیر از اون ما دست به یک قیام میزنیم، یک مظاهره میکنیم، فامیدی دست سرک خو میکنیم که تا از بین بریم، از حقوق خود دفاع میکنیم. از سرک، از دریا ما راضی هستیم از دولت، مگر در یک صورتی که راضی باشیم اولاد ما در زمستان از خنک پامیدی میمره. این ما کلش در او سود خیمه، کلش در او طرف خیمه زدن، تفلکو از خنک میمره دیگه. ما چی کنیم؟ تشکر از شما، زنده باشید. زنده باشید. خب کجا سوی دوستای با بیاید؟ سلام بر شما، صحبتان بخیر. خدا معرفی بکنین. نام حاجی مایل است، نماینده ماجد انزله. هر پیشنهادی که برای انجینر صاحبان میکنیم از پسر کت ما گپ میزنه. ما مردم بیچاره غریب، خانه ما میال اثریت ما در خیمه، اونجا بغل خیمه زدیم، گوشت که ما خنک میخوره. میگم بیادر دو عدالت کو، اوزه 13 و اوزه 5 یک سونه یک رقم عدالت میکن، یک سونه دیگر رقم. ما دوچار مشکل هستیم که ما مردم بیچاره مردم هستیم به بسیار مشکل. بیچارگی نبسای که کراچیوان نیست میکنه، در برچی کراچیوانی میکنه، چهار تا خشت سر به سر که در خانگکایش چپه شد. حالا نه حق قانیست، نه کتما یک روی خوب میکنه که گپ بزنه که بیادر ما مو پیشنهاد خدا برش کنیم. اینمه که گفتنی داشتیم. من تشکر است. تشکر از شما. تشکر. فکر میکنم اونو خانه که چاپه شده از شماست؟ نه خیر، اونا از من است، اونو خانه بیران میشه از ماست. اما اینجا نه عدالت پیش میره، نه عدالت کس واقعیت پیش بینی میکنه، نه در عدالت کس پای مانده. از بالا تا پایین صاحب او خط است. اگر مسئله عدالت اجتماعی مردم سالاری باشه، این حالت سر مردم نمیه. شما قضاوت بکنین، از پول برین نتیجه گیری کنین تا ایجره که اگر امی حریمه که در پشت سر خانه ما بود 4 متر زمینه که ما حریم داشتیم، آیا این حریم ما چی شد؟ عدالت هیچ قطعا پیش نمیره. هر انجینیر صاحب را که ما میریم برش میگیم که انجینیر صاحب این مشکل ما چطور میشه، خود صاحب باش تو کو دیگه بیا، باش تو کو دیگه بیا. اقلا روی انسانی با یک انسان بسیار ضرور است که انسان با یک انسان انستاد شود، روی انسانی خود مد نظر بگیره، گپ بزنه. بگم عدالت پیش نمیره بیادر، خیانت یک بر هزار است در این منطقه. تشکر. صدایتان شنیدن، انشالله که توجه خواد کردن. دوستان عزیز، شما صحبت های وطندارا را شنیدن که چه گفتنی داشتن اینا. دو مشکل جدی. بله، کودک‌ها را شما میبینین که چه قسم باید رفت آمد بکنن. هنوز آب هم کم است. اگر آب زیاد شود، خصوصا به دو قریه وقتی به مکتب میرن، به مسجد یکی دیگه میرن، گپ خودشان به مرده و زنده یکی دیگه میرن، از کدام را باید برن؟ مجبور بر از اینا کشتی بیارن دیگه. خب دو چیزی که خیلی زیاد مهم بود برای مردم فاضل بیک، یکی ساختن یک پل که فاضل بیک را به سیبنگی وصل بکنه، خیلی مهم است. خواهش از این مردم است که مسئولین توجه بکنن. و گپ دوم، حدوداً 11 متر از این قسمت که سنگکاری است، 11 متر این طرف خانه های مردم از بین میره تا این طرف سرک و این طرف دریا و اون طرف دریا یک سرک 11 متره ساخته شوه. و مردم میگه 11 متر که از خانه های ما شما میگیرین میره، پولش و یا در بدلش زمین بر ما وعده بتین، بگوین تا ما هم بفهمیم که حداقل حق و حقوق ما پامال نمیشه. این دو گفتنی و یا خواست مردم قریه فاضل بیک بود. امید که مسئولین شنیده باشن و توجه بکنن. اینا میگن که اگر توجه نشه ما مجبور هستیم که دست به تظاهرات بزنیم و فراتر از این پا بگذاریم. وقت ما خیلی کم است، فرصت ما کم است. میریم به طرف استودیوی صبح زندگی تلویزیون آریانا. باز هم ما خواهش داریم از شما که پیامایتان را بگذارین به صفحه فیسبوک ما و یوتیوب ما. هر آنچه پیشنهاد و انتقاد داشتین ما انشاءالله توجه میکنیم. وقتتان خوش، خداحافظ. تشکر از اینکه تا الیزا بیننده گزارش بدین. اگر می‌خواین گزارش‌های قبلی بنده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین. و اگر می‌خواین گزارش‌های آینده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین. و اگر می‌خواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین، پس ما را سابسکرایب بکنین.